بسیاری از ما عادت مشترکی پیدا کردیم که تب خود را چک کنیم که آیا تب داریم یا خیر، و این قابل فهم است. تب از علائم معمول کووید 19 است. ولی اگر امیدوار هستید که تب شما درجه حرارت ایدئال 37 درجه سانتیگراد باشد، ممکن است چیز جدیدی درباره خودتان دریابید. 97.25 98.2 97.1 Very low. Am I okay? It turns out 98.6 degrees. از غذا معلوم میشه 37 درجه درجه ایدئال یا درجه معمول بدن نیست. اصلا چنین چیزی وجود نداره. اما درجه حرارت میتونه چیزهای زیادی در مورد سلامتی ما به ما بگه و همچنین درباره گسترش کووید 19. عدد 37 درجه از محقق آلمانی قرن 19 کار راینهولد آگوست ووندریش شروع شده. او مدعی بود که بیش از 1,000,000 درجه حرارت مربوط به هزاران مریض رو گرفته و محاسبه کرده و به عدد 37 درجه سانتیگراد رسیده. این عدد از آن زمان تا حالا باقی مونده. ولی این عدد از فردی به فرد دیگر بی‌معنیه. ما از همکاران خودمون خواستیم که تب خودشون رو اندازه بگیرند و درجه حرارت نرمال برای ما اینطوریه. 95.83 96.7 which seems low. I'm a cold man. Might be a little bit higher than I would have thought. It's fine, I guess. خود ووندرلیش میدونست که درجه حرارت بدن تغییر میکنه. اون درجه حرارت افراد سالم رو بین 35 و 25 صدم تا 37.5 ثبت کرده بود. مطالعات دیگری نشون میده که درجه حرارت ممکنه به طور قابل توجهی بر اساس سن، جنسیت، هیکل و نژاد تغییر کنه و تحقیقات جدید حتی از عدد کمتری حکایت داره. حدود 36.5 درجه. این عدد با اندازه‌گیری غیر رسمی که با کارمندهای خودمون انجام دادیم همخونی داره. مال ما حدود 36.4 بود. علاوه بر این، حتی خود شما هم یک درجه نرمال ثابت ندارید. شما یک محدوده دارید. همه نفرات ما حرارتشون رو حوالی 10 صبح اندازه گرفتند. ولی اگر شما حرارت خودتون رو چندین بار طی روز اندازه بگیرید، متوجه میشید که تغییر میکنه. اغلب افراد صبح سردتر هستند و در ابتدای عصر در گرمترین وضعیت هستند. این انعکاسی از ریتم طبیعی بدن شماست، مثل وضعیت هضم غذا، تولید هورمون‌ها، وضعیت ذهنی و چیزهای دیگه. درجه حرارت من طی روز اینطوریه. سایر سیکل‌های جسمی هم میتونند تغییرات کمی در درجه حرارت ایجاد کنند و همچنین بخش‌های مختلف بدن شما درجه حرارت‌های مختلفی دارند. مثلا درجه حرارت‌های زیر زبان، زیر بغل و پیشانی احتمالاً با هم فرق دارند. موضوع اینه که پارامترهای زیادی وجود داره. ممکنه ما درجه حرارت‌های متنوعی در زمان‌های مختلف یا در یک زمان داشته باشیم و کاملاً هم سالم باشیم. ولی مریض بودن یک داستان دیگه است. من با چند نفر صحبت کردم که اطلاعات بین درجه حرارت بدن و یک بیماری مثل کووید 19 رو بین هم مرتبط می کنند. وقتی شما بیمار می شین، خیلی از ریتم های طبیعی بدن شما شروع به بی‌ثبات شدن می کنند. ممکنه درجه حرارت شما سریعتر نوسان پیدا کنه و ممکنه از محدوده طبیعی مربوط به شما خارج بشه. این عکس العمل بدن شماست که تولید تب می کنه تا محیط بدن شما رو برای ویروس ناخوشایندتر کنه. به بیان دیگه، درجه حرارت بدن شما غیر عادی میشه. این بیانگر وجود مشکلی برای شماست. ولی برای افرادی که کووید 19 رو ردیابی میکنند، این اطلاعات حیاتیه. یکی از جاهایی که در این زمینه کار میکنه، کینساست. شرکتی که با استفاده از اطلاعات درجه حرارت افراد، بیماری های عفونی رو ردیابی میکنه. کینسا یک حرارت سنج هوشمند رو ارائه کرده که هر بار شما حرارت خودتون رو اندازه میگیرید، اون رو به شرکت ارسال میکنه. کینسا میگه حدود 1,000,000 از این دماسنج ها توزیع کرده و با این اطلاعات اونها تونستن یک نقشه لحظه مره از وضعیت سلامتی افراد هر منطقه ایجاد کنند. این نقشه نقاط احتمالی کووید و مناطقی که میزان تب بیشتر از میزان معمول در فصل آنفولانزا رو داره رو نشون میده. مثلا عدد دریافتی از یک فرد رو برمی‌داریم و عددی که به طور معمول از آنفولانزا انتظار داریم رو از اون کم می‌کنیم. باقی مانده را در نظر می‌گیریم. این باقی مانده مناطق غیر عادیه تا
تب رو نشون میده، یعنی وضعیتی که انتظارش نمیده. چیزی که ما یافتیم این است که رابطه خیلی مستقیمی بین نقاط خطرناکی که ما تشخیص میدیم و موارد کوید 19 وجود داره. این کار هنوز تموم شده نیست. برخی متخصصین با وجود فقط 1,000,000 دماسنج نسبت به قابل اتکا بودن این محاسبات تردید دارند. همچنین این احتمال وجود داره که اطلاعات افرادی که مورد آزمایش قرار می‌گیرند تحت تأثیر نژاد، طبقه یا عوامل دیگه باشه. با این حال کینسا معتقده که میشه روندهای جالبی رو نتیجه گرفت، مثل تغییر فاصله گذاری اجتماعی. این آماری است که در ماه مارس در میامی به دست اومده. ظرف 9 روز درصد افرادی که تب داشتند بیش از 2 برابر شد و از حدود 17 و 18 مارس که فاصله گذاری اجتماعی اجرا شد منحنی شروع به پایین رفتن کرد. محققین دیگری روش دیگری را پیش گرفتند. اونها به دنبال علائمی در درجه حرارت افراد هستند که بتونند قبل از شروع تب اون رو پیش بینی کنند. یکی از تحقیقاتی که در دانشگاه سان فرانسیسکو انجام شده، درجه حرارت و سایر اطلاعات جسمی افراد رو با بکارگیری یک حلقه هوشمند ثبت می‌کنند. این حلقه می‌تونه تغییرات مختصر درجه حرارت رو هر 1 دقیقه 1 بار اندازه‌گیری کنه. سوال اینه که آیا می‌توان شروع یک بیماری مانند کووید 19 رو با نوسانات کوچک حرارت پیش‌بینی کرد؟ ما میتونیم با اطمینان بالا نوسانات روزانه رو ثبت کنیم و فرکانس این نوسانات به ما نشون میده که هورمون‌های شما چقدر با ثبات و هماهنگ کار میکنن. هنوز روزای اول این تحقیقاته، ولی یکی از کاربران این حلقه های هوشمند که تست کووید او مثبت بود اطلاعات با ارزشی را ارسال کرده. نوسانات حرارت که طی 1 روز دریافت کردیم قبل از اینکه فرد دچار تب بشه شروع به بی‌ثبات شدن و بالا و پایینی زیادی کرد. این حدود 5 روز قبل از شروع تب بود. به نظر میرسه کل سیستم این فرد قبل از اینکه تب کنه و احساس بیماری کنه شروع به نوسان کرده. البته این فقط 1 مورده، ولی با اطلاعات مکفی این تیم امیدواره فرمولی کشف کنه که بتونه از طریق این نوسانات وجود کووید 19 رو بو بکشه. ما یافته های خودمون رو منتشر میکنیم و فراخوان هایی میدیم که مثلا همه افراد داخل اون اتاق رو تست کنیم. این همون تفاوتیه که ما میتونیم ایجاد کنیم و اینکه چقدر بتونیم در این خدمات رسانی سرعت عمل داشته باشیم. در ماه‌های آینده در حالی که ما دقیقه به دقیقه حرارت خودمون رو اندازه می‌گیریم، چیزهای خیلی جدیدتری درباره تلاش‌هایی که برای ردیابی کووید 19 صورت می‌گیره خواهیم شنید. محققان در خواهند یافت که بدن انسان چطور خودش را تنظیم می‌کنه و چه واکنشی نسبت به بیماری‌ها نشون می‌ده و در این مسیر شاید ما برخی فرضیات قبلی درباره اینکه چه چیزی نرمال و سالم محسوب می‌شه رو کنار بگذاریم. وسواس به خرج دادن نسبت به درجه حرارت 37 درجه اشتباهه. هر کسی نوسانات روزانه خاص خودش رو داره. تنها زمانی درجه حرارت فرد ثابت میشه که میمیره، که اون هم درجه حرارت همون اتاقه. پس مهمتر اینه که به الگوی نوسانات حرارت توجه کنیم تا 1 عدد ثابت.